درود دوستای خوبم، هنگام هستم با آشپزخونه من. خوش اومدید، امیدوارم کلی حالتون خوب باشه. دوستان امروز اومدم با یه صدای گرفته، آلرژی دارم. اول از همه عذرخواهی میکنم، به خاطر آلرژیم صدا خیلی بد گرفته. میخوایم یه خورشت مرغ مجلسی کنار هم دیگه درست کنیم، فوق العاده خوشمزه است. تا آخر ویدیو کنار من باشید، من همه این نکات مهمش رو بهتون میگم. ویدیو رو همین اول کار لایکش کنید. برای درست کردن خورشتمون دوستان، اول از همه من یه مقدار ادویه، فلفل سیاه دارم، نصف قاشق چای خوری، پاپریکا دارم، نصف قاشق چای خوری، یه قاشق چای خوری سرپر زردچوبه و یه قاشق چای خوری هم نمک. میزمش تو ظرفم. اندازه یه قاشق غذا خوری بهش روغن مایه اضافه میکنم. ببین دوستان، من این روغنی که زدم به ادویه ها فقط جهت این بود که ادویه هام کامل توش حل بشه. حالا یه دونه مرغ دارم، من از یه مرغ کامل استفاده کردم، ران و سینه مرغ مخلوط. ببینید میریزم روی مرغم تا مرغم مزه دار کنم. نمیخوام استراحتش بدم، فقط میخوام مخلوط کنم با این ادویه ها مرغم رو. حالا ماساژش میدم تا کامل به همه جاش پخش بشه. ببین دوستان، بعد از اینکه مرغمو مزه‌دار کردم، توی روغن هر دو طرفش رو سرخ میکنم. بعد یه توضیح بدم، اگه به فلفل حساسیت دارید میتونید فلفلش رو حذف کنید و توی روغن تو یه مقدار زردچوبه بریزید و مرغاتون رو سرخ کنید. ولی خب اینجوری خیلی خوشمزه‌تر میشه، خیلی کم هم که شده بهش بزنید تا اون طعم مجلسی رو به خودش بگیره. حالا من هر دو طرف مرغا رو میذارم سرخ بشه، درش هم میذارم که روغن به اطراف پاچیده نشه. مرغمو گذاشتم واسه سرخ شدن. تا موقع که یعنی مرغم بخواد سرخ بشه، حالا سسش رو آماده میکنم. برای سسش اندازه 3-4 تا قاشق غذاخوری روغن میریزم توی ظرفم. یه دونه پیاز درشت رو نگینی خرد کردم، تفتش میدم. اجازه میدم سبک بشه و طلایی بشه پیازم. پیازم تفت خورد دوستان، بهش زردچوبه اضافه میکنم. اندازه یه قاشق چای خوری سرصاف. با زردچوبه هم یه خورده تفتش میدم. دو تا هویج متوسط رو خرد کردم، اضافه میکنم. هویجم رو تفت میدم با پیاز تا موقعی که رنگ هویجم یه مقدار تغییر کنه. ببینید دوستان، هویجم سرخ شد. اجازه بدید که هویج سرخ بشه که طعمش خوب باشه تو خورشت. ببینید کامل رنگش تغییر کرده. یکم زمان میبره، شاید حدود 2-3 دقیقه تا 5 دقیقه زمان ببره تا بخواد اینجوری سرخ بشه هویجتون. اندازه 2 تا قاشق غذاخوری سرپر، بهش رب گوجه فرنگی اضافه میکنم. تفت میدم، خیلی خوب تفت میدم. الان من حرارت رو بیشتر میکنم، شروع میکنم ربمو تفت دادن. حسابی رنگ ربم باز بشه و خامی رب گرفته بشه. حالا ربمو که تفت دادم، 3 لیوان بهش آب اضافه میکنم. به سسم یه قاشق چای خوری هم نمک اضافه میکنم. حالا دیگه میذارم تا سسم بجوش. به سس در حال جوشم مرغامو اضافه میکنم. حتما بذارید که سستون بجوشه، بعدا مرغا رو بهش اضافه کنید. مرغم هم سرخ کردم حسابی هر دو طرفش رو. توی این مرحله درش رو میذارم، اجازه میدم که 1 ساعت بپزه و جا بیفته با حرارت ملایم. الان حرارتم بالاست، حرارت وزن که درش رو گذاشتم کم میکنم. و یه دونه چوب دارچین نگاه کنید دوستان، میذارم توش که مزه دار بشه. من این چوب دارچین رو 1 ربع دیگه از توی خورشتم درش میارم. بیشتر از این نذارید که خیلی بخواد طعم دارچین بگیره. میخوام یه عطر ضعیف دارچین بگیره که خیلی خوش طعمش میکنه. حرارت رو کم میکنم، درش رو میذارم، 1 ربع دیگه چوب دارچینم در میارم و 1 ساعت هم اجازه میدم که بپزه و جا بیفته. دوستان خورشتمون پخت آماده شد. این غلظت آب خورشتمون هستش. حتما وسطا به این شکل رو گوشتتون بریزید. 2-3 بار این کارو انجام بدید که گوشتمون خوش نشه. حالا من آب نصف لیمو ترش رو روش میچلونم. چوب دارچینم هم ورداشتم.
بهش زعفرانم اضافه میکنیم. اندازه 2-3 قاشق غذاخوری بهش زعفران اضافه میکنم، هم رنگش رو هم طعمش رو خیلی عالی میکنه زعفران. ولی دل بخواهی هست میتونید که اضافه هم نکنید. و یک بار دیگه من عذرخواهی میکنم بابت صدام که واقعا آلرژی دارم، الان خیلی صدام گرفته است و اینکه این خورشتم آماده شدش. حالا میکشمش تو ظرف و بهتون نشون میدم. بفرمایید دوستان، اینم خورشت مرغمون، فوق‌العاده خوشمزه است. میتونید کنارش گوجه سرخ کنید، سیب زمینی سرخ کنید، به سلیقه خودتون دیزاینش رو انجام بدید. فوق‌العاده خوشمزه است. امیدوارم درست کنید، از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. مرسی که تا آخر ویدیو کنارم بودید. حتما ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتونم به اشتراک بذارید، سابسکرایب کانالم یادتون نره. کلی دوستتون دارم و ویدیوی بعد هم دیگه رو می‌بینیم.